های هندسه صفحه 63 به همان معنا هندسه. خب سوال دو، قسمت دوم را ظاهرا حل نکردیم، قسمت اولش را در دو چهار ضلعی مقابل آبی مساوی آپریم بیپریم زاویه بی با بیپریم برابر بی سی با بیپریم سی پریم چگونه مساوی بودن اندازه سایر ضلع ها را نتیجه میگیریم و گفتیم. حالا گفته اگر بی مساوی بی پریم و دو تا چهار ضلعی داده A, B, C, D, A prime, B prime, C prime, D prime. بله. گفته اگر B با B prime مساوی، این B، اینم B، اینا با هم مساوی. و C با C prime مساوی. نه، آره، C با C prime مساوی. بی سی مساویه بی پریم سی پریم، این دوتا هم با هم مساوی باشن. سی دی مساویه سی پریم دی پریم، این دوتا هم با هم برابر باشن. و زاویه دی مساویه دی پریم، در این حالت چگونه مساوی بودن اندازه سایر ضلع‌ها و زاویه ها را نتیجه میگیریم. از نظر زاویه که خب بسیار ساده، چون جمع زاویه های داخلی هر چهار ضلعی 360 درجه هست و این زاویه با این مساویه، این هم با این مساویه، این هم با این مساویه، پس حتما زاویه چهارون هم با هم مساوی هستن. پس از نظر زاویه ما زاویه آب آپریم را هم بگیم مساوی، پس بگیم چون زاویه A به علاوه زاویه B به علاوه زاویه C به علاوه زاویه D 360 درجه و همچنین زاویه A پریم به علاوه زاویه B پریم به علاوه زاویه C پریم به علاوه زاویه D پریم هم 360 درجه و همچنین زاویه A مساوی A پریم و B مساوی B پریم و سی مساوی سی پرینه، قطعا از اینا نتیجه میشه که زاویه دی هم مساوی زاویه دی پرینه. پس از نظر زاویه از همون مجموعه زاویه ها 360 درجه استفاده کرد. اما بیایم سراغ در واقع دو تا ضلع دیگه، یعنی این ضلع و این ضلع، اینا را به چه صورت میتونیم ثابت کنیم که با هم مساوی هستن، یعنی آبی مساوی آپریم بی پریم و همچنین آدی مساوی آپریم بی پریم، اینا را به چه صورت میتونیم بگیم که با هم دیگه در واقع چی هستن؟ مساوی هستن. این زل با این زل، این زل با این زل. خب دوباره باید بیان چکار بکنیم؟ به در واقع مثلث‌ها، یعنی یکی از قطره‌ها را رسم بکنیم و از قطره‌ها استفاده کنیم. خب مثلا اگر من این قطر را رسم کنم و این قطر را، خب این دوتا مثلث که هم نهشتن به حالت دو ضلع و زاویه ب، این دوتا مثلث به حالت دو ضلع و زاویه ب هم نهشتن، مثلث B B C هم نهشت با مثلث B پریم D پریم C پریم. خب وقتی اینا به حالت دو ضلع و زاویه ب، وقتی اینا با هم هم نهشت شدن، نتیجه میگیریم که چیا با هم مساوی میشن؟ یکی بی بی مساوی بی پریم بی پریمه، یکی زاویه بی یک با بی پریم یک برابره، یکی زاویه دی یک با دی پریم یک برابره.
خب مگه بی با بیتری برابر نبود؟ بی با بیتری برابر بی یک هم با بیتری یک برابره، همه الان ثابت شد دیگه، بی یک با بیتری یک برابر. از این نتیجه میشه که زاویه بی دو هم مساوی است با زاویه بیتری دو، یعنی این بی دو و بیتری دو با هم برابر شده. به همین ترتیب دی دو هم مساوی است با دی پریم دو. به همین ترتیب زاویه دی دو هم مساوی است با زاویه دی پریم دو. پس دی دو که با دی پریم دو برابر شد، دی دو هم با دی پریم دو برابر شد. این بالا می نویسم. بی بی هم که با بی بی برابره، از زاویه بی دو مساوی زاویه بی پریم دو ثابت کرد. زاویه دی دو مساوی زاویه دی پریم دو. بی دی هم مساوی است با بی پریم دی پریم. پس مثلث آ بی دی همنهشت با مثلث آ پریم بی پریم دی پریم به حالت دو زاویه و ضلع بین. وقتی اینو مثلث هم نهش شدن نتیجه میگیریم که چی؟ آبی مساوی است با آپریم دیپریم، همچنین آدی مساوی است با آپریم دیپریم. پس ثابت شد دیگه. قسمت اول این بود نوشتن یک، قسمت دوم این بخش دو، قسمت سوم این بخش که دورش خط کشیدن سه بخش برای جواب قسمت دو ادامه سوالمون وجود داره. یه بار دیگه توضیح میدم، زاویه ی آ را که با آپریم از مجموع زاویه ها که 360 درجه متوجه شدیم زاویه ها هم با آپریم برابره. حالا که آ با آپریم برابره میام یه بطر رسم کنم. میدونم این دو مثلث به حالت دو ضلع و زاویه بین با هم هم نهشتن نوشتن جا. از هم نهشتی این دو مثلث مشخص شد که بی یک با دی پریم یک برابره، دی یک هم با دی پریم یک برابره و همچنین بی بی هم مثلث با بی پریم دی پریم. این ستاره از هم نهشتیه ثابت کردیم. خب وقتی زاویه بی با بی پریم برابره، بی یک هم با بی پریم یک برابره، حتما بی دو با بی پریم دو برابره. پس نوشتیم به همین ترتیب وقتی دی با دی پریم برابره و دی یکم با دی پریم یک برابره، دی دو و دی پریم دو هم با هم برابر میشه. حالا من اینجا دی دو با بی پریم دو، دی دو با دی پریم دو، بی پریم دی پریم در با این مساوی، در نتیجه این مثلث با این مثلث به حالت دو زاویه و ضلع بین هم نهشتن. حالا که این دو تا هم نهش شدن معلوم میشه که آبی با آپریم دیپریم و آدی با آپریم دیپریم برابر هست. اینم جواب این سوال. قسمت بی سوال دو را داشت حلش کردیم. مهران رسی قسمت بی سوال دو، سوال دو را الفش حل کرده بودیم، قسمت بی را حل کرد.
بریم سوال بعد. سوال بعدی میگه که ثابت کنید از محل برخورد نیم سازهای یک متوازی الاضلاع مثل این نیم سازاش یه مستطیل به وجود میاد. هم میگیم MMPQ مستطیله. خب تعریف کردیم که مستطیل چهار زاویه‌ای که چهار تا زاویه 90 درجه داشته باشه مستطیله. چهار زاویه‌ای که چهار تا زاویه 90 درجه قائمه داشته باشه مستطیله. کافیه ما ثابت بکنیم که زاویه‌ها 90 درجه هستن. و مگه اینا نیم ساز نیستن؟ DN نیم سازه. در متوازی الاضلاع بچه‌ها شما یاد گرفتید که زاویه‌های مجاور به قاعده مکمل یکدیگر. پس میدانیم زاویه D به علاوه زاویه C میشه 180 درجه. خب اینم که نیم سازن دیگه. در نتیجه همه رو بر یه دو تقسیم کن. دی دوم سی دوم 90 درجه. چون اینا نیم سازن. پس اینا بذارن دی یک، اینا بذارن سی یک. پس در نتیجه زاویه دی یک به علاوه زاویه سی یک میشه چی؟ 90 درجه. و وقتی دی یک با سی یک میشه 90 درجه در مثلث دی ام سی. در مثلث دی ام سی دی به علاوه سی شد 90 درجه. درسته؟ این دو تا شدن 90 درجه. خب نشون میده که زاویه M چند درجه است؟ 90 درجه. در نتیجه چون زاویه D به علاوه زاویه C یک شد 90 درجه نشون میده زاویه M 90 درجه. اولی 90 درجه به دست اومد. به همین ترتیب زاویه Q هم به همین ترتیب زاویه کیو هم میشه 90 درجه. دقیقاً همین روش رو برای بالای استفاده. پس این شد 90، اینم شد 90. حالا بریم سراغ این دو تا. دوباره دقیقاً همین کارا رو می‌کنیم. زاویه آ به علاوه زاویه دی 180 درجه. چون زاویه‌های مجاور تو متوازی الاضلاع مکمل. پس همه را که در دو تقسیم کنیم زاویه آ دوم به علاوه زاویه دی دوم مساوی 90 درجه. خب این یعنی چی؟ آ دوم چیه؟ آ دوم یعنی همه اینجا مثلا اگه اسم بزنیم آ دو و دی دو. پس نشون میده زاویه آ دو به علاوه زاویه دی دو میشه 90 درجه. حالا در مثلث AMD AMD با توجه اینکه می‌دونیم زاویه D2 به علاوه زاویه A2 90 درجه هست معلوم شد زاویه M هم 90 درجه. جمع این دو تا 90 شد اصلا 90. و به همین ترتیب به همین ترتیب زاویه پی هم 90 درجه است. پس ما متوجه شدیم که هر چهار زاویه شد 90 درجه. پس MMPQ یک چهار ضلعی که دارای چهار زاویه 90 درجه است. از MNPQ این پسنده بردن اون دو تا پس داشت. ما
مستطیل است. این ماله قسمت اول. پس یه بار دیگه توضیح میدم. DNC اینا نیم سازن، پس جمع این دوتا میشه 90، چون جمع کل اینا میشه 180، جمع این دوتا میشه 90، پس معلومه اینم باید 90 باشه. امیدوارم که تصویرون به هم نریزه. تصویر به هم نریخ. صدا تصویر الان خوبه هر دوتا؟ یه نفر جواب بده. یه مسلمان جواب منو بده. و من این چون فیلم این قسمتش رو یادم رفته بود بزنم، یه بار دیگه اینو توضیح میدم. اگر سوال به من بگه ثابت کنید در مثلث قائم الزاویه ضلع مقابل به زاویه 30 درجه نصف قطر هست، ابتدا یه مثلث قائم الزاویه که دارای یک زاویه 30 درجه هست رسم کنم و میانه وارد بر قطر را هم رسم کنم. بعد یعنی مثلث متساوی و ساقه میشه، از درجه این هم 30 درجه، چون این 30 درجه این میشه 60 درجه و مثلث AMB میشه یک مثلث متساوی الاضلاع، یعنی سه تا ضلع با هم برابرن و چون AM نصف قطره پس AB هم نصف قطره شد، چون AB هم با AM چیه؟ برابر هست. این هم حالا سوال 4. البته یه قسمت دوم هم داره که زاویه اندازه زاویه 60 درجه ضلع مقابل زاویه 60 درجه رادیکال 3/2 وتر هست. بله، سه قسمت. دو قسمتی شمالا، این قسمت اول مقابل به 30 درجه نصف بطر. البته همین مطلب را شما توی ریاضی هم بچه ها داشتید. اونجا که میگفتید سینوس 30 درجه میشه 1/2، سینوس هم میشه ضلع مقابل به بطر، ضلع مقابل به بطر، پس نسبت ضلع مقابل به بطر 1/2، یعنی نصف. سیاه شد. حالا خارج بشم دوباره وارد بشم. حالا تصویر خوبه؟ خب حالا میگه که
در مثلث قائم الزاویه. میخوایم بگیم اگر اینجا داشته باشیم ABC با توجه اینکه متوجه شدیم مثلا اینجا 30 درجه باشه، اینجا 60 درجه، با توجه به اینکه فهمیدیم حالا AB یه دوم BCه چون ضلع مقابل به زاویه 30 درجه است، به مثلث قائم الزاویه هم فقط یه اتفاق میفته روبرو به زاویه 30 درجه. با توجه به این مطلب حالا میخواد بگه ثابت کنی ضلع مقابل به زاویه 60 درجه یعنی AC مساوی است با رادیکال 3 دوم BC بتر، رادیکال 3 دومه بتر. این آخر ثابت کن. خب یعنی اگر شما آبی را یه مثلا فرض کنید یا حالا بتر را x در نظر بگیریم میشه 1 دوم x، یا اگر این را x بگیریم میشه 2 x، شما اگر این را x در نظر بگیریم این میشه چی؟ یا آ بگیریم مثلا این میشه 2a. حالا رابطه فیثاغورس را می نویسن، رابطه فیثاغورس، رابطه فیثاغورس میشه که BC به توان 2 مساوی است با AB به توان 2 به علاوه AC به توان 2. BC به توان 2 میشه 2A به توان 2 مساوی است با AB به توان 2 یعنی A2 به علاوه AC به توان 2. حالا ما AC هم بخواییم دیگه پس این دوتا رو میاریم اینتر، آسی به توان دو مساوی است با چهار آدو منهای آدو، چون این دو آب توان دو میشه چهار آدو، چهار آدو منهای آدو میشه چی؟ سه آدو، چهار آدو منهای آدو میشه سه آدو. خب حالا خود آسی میشه چی؟ رادیکال سه آدو جذبیه، خود آسی میشه رادیکال سه آب، درست شد؟ خب اما آ رو میدونید چیه؟ آ مساوی است با نصف بی سی، مگه آ نصف بی سی نیست؟ پس با توجه به این بذارید جلوش اینو بنویسید، می‌دانیم که آ مساوی است با نصف بی سی، پس به جواب بذار یه دومه بی سی، نتیجه میشه آ سی مساوی است با رادیکال سه دومه بی سی، به جواب آ نوشتم یه دومه بی سی، پس آ سی مساوی است با رادیکال سه دومه بی سی. یه بار دیگه توضیح میدم، میتونستم به جای این مثلا اگر میدونی که این مقدار سخته میشه همون AB و BC را بگذاری که دیگه مشکل هم نداشته باشه، یعنی نسبت آخر هم نیاز نداشته باشه رابطه بذار، چون این نصف بتره این گفتیم اگر A باشه این شد 2A. خب پس من میگم BC به توان 2 بتر به توان 2 برابر است با AB به توان 2 علاوه AC به توان 2، BC همون 2A هست، 2A به توان 2 مساوی است با A2 به علاوه AC به توان 2، 2A به توان 2 میشه 4A2، یه دونه A2 هم بده ازش کم میشه میشه 3A2، این همون AC به توان 2 که جذب گرفتم خود AC میشه رادیکال 3A. حالا این A چیه؟ یه دوم BCه، پس به جای A میرسم یک دوم BC میشه رادیکال 3 دوم BC، یعنی ضلع مقابل به زاویه 60 درجه، ضلع مقابل به زاویه 60 درجه رادیکال 3 دوم بتر هست. اینا بعضا بچه‌ها به عنوان مسئله میان، اگه اثباتش هم ندیم به عنوان مسئله توی سوالات هست، به خصوص توی تستا هست، یعنی شما اگه بتر داشته باشی توی مثلثی که 30 درجه و 60 درجه باشه به راحتی میتونید دو تا ضلع دیگه را به دست بیارید، هرچند که تمرینم اثباتش توی امتحان وجود داره.
یه بار دیگه هم توضیح میده. باشه، این دفعه که میخوام توضیح بدم این آه و دعا را نمی نویسم، به صورت دیگه می نویسم. خود ببینید هر کدوم که راحت ترید را بنویس. من اینجا می نویسم رابطه تصورس را می نویسیم. بی سی به توان دو مساوی است با آبی به توان دو به علاوه بی سی آسی به توان دو. بی سی به توان دو خودش مساوی است با، به جای آبی می نویسم یه دوم بی سی، از پرانتز یه دوم بی سی به توان دو و علاوه آسی به توان دو، به جای آبی نمیشن. خب بی سی به توان دو مساوی است با یک چهارم بی سی به توان دو و علاوه آسی به توان دو. حالا اگر من اینو بیارم این طرف میشه 3/4 بی سی به توان دو مساوی است با آسی به توان دو، چون 1/4 هم از این کم میکنم، این یکی کامله، یه دونه کامله، 1/4 ازش کم کنم میشه 3/4 دیگه. حالا از دو طرف جذر میگیرن، پس آسی میشه رادیکال 3/2 بی سی، میشه این که جز نداره، این هم جزش میشه دو، رادیکال 3/2 بی سی و اما اثبات میشه. این روش دومش، البته روش دوم اول هیچ فرقی با هم نمی کنه. اونجا من اومدم این آب و دعا گرفتم که اینو دار راحت تر باشم. اگر میدونی این طور راحت تری همین رو برمانه جواب بنویس. و قسمت سوم سوال، اکنون مثلث قائم زاویه‌ای رسم کنیم که اندازه یک زاویه آن 45 درجه باشه. خب معلومه زاویه دیگرش هم 45. وقتی این 45، این هم 45. A, B, C وقتی این 45 درجه از هم 45 درجه بشه، یعنی مثلث متساوی و ساقینه، یعنی A, B مساوی است با A, C. خب حالا رابطه فیثاغورس دوباره می نویسیم. B, C به توان دو مساوی است با A, B به توان دو به علاوه A, C به توان دو. چون آبی مساوی است با آسی، پس میتونم بگم بی سی به توان دو مساوی است با دو تا آبی به توان دو. دو تا با هم برابر هم دیگه، پس میشه دو تا آبی به توان دو. یعنی در واقع آبی به توان دو یه دوم بی سی به توان دو هست. و دوباره جذر میگیرم آبی مساوی است با یک به رادیکال دو که همون رادیکال دو دومه بی سی. وقتی من جذر بگیرم میشه یک به رادیکال دو، یک به رادیکال دو را گویاش که بکنم در یک رادیکال دو زرفتن میشه رادیکال دو دوم. پس آبی رادیکال دو دومه بی سیه، یعنی اندازه هر ضلع رادیکال دو دومه بتر هست. اندازه هر، وقتی زاویه 45 درجه باشه تو مثلث قائم زاویه، اندازه هر ضلع رادیکال 2/2 بتره. یعنی اگر بتره باشه 4، اندازه هر ضلع این میشه چی؟ رادیکال 2. درست شد؟
رادیکال دو دوم بتر میشه دو رادیکال دو چون یه دوش ساده میشه. ولی اگر بتر چهار باشه اینجا چهار باشه اینا میشن رادیکال دو دوم، رادیکال دو دوم ضرب در چهار میشه دو رادیکال دو، این میشه دو رادیکال دو، اینم دو رادیکال دو. اینم مال سوال بعدی که یه فکر کنم